رفقا، توی دنیای واقعی خیلی شبیه هم دیگه. بعضی وقتا کاملا اتفاقیه، بعضی وقتا هم نه. یعنی مردم سعی میکنن خودشونو شبیه کسی کنن که عاشقشن، مثل این خانم بازیگر که خیلی دوست داره خودشو شبیه این بانو درست کنه. یا یه نمونه بهتر، شباهت ایشون به جانی دپه که حتما خودتون بهتر ماجراشو میدونید. تا خود صبح میتونم از این مثالا واسه تون بزنم، اما توی انیمیشن ها چی؟ خب اونجا هم از این نمونه ها خیلی زیاده که یکیش همین السا خانم خودمونه. شاید دروغ نباشه اگه بگیم ایشون یکی از زیباترین پرنسس های دیزنیه و کلی هم خاطرخواه داره. از طرفی با اون قدرت هایی که داره دیگه حرفی واسه گفتن نذاشته و خلاصه خیلی خوبه ایشون. فرم چهره، رنگ موها و رنگ چشماش و البته فیزیک بدنش 100% شبیه مردم اسکاندیناویه، یعنی کشورهایی مثل نروژ و سوئد. حالا توی آمریکای جهانخوار یه مدل به اسم آنافید یه سری عکسو از خودش منتشر کرده که توی اونا با السا خانم مو نمیزنه. خدا وکیلی انگار کاراکتر السا رو از روی این خانم نچندان پاک دامن ساختن. حالا چرا نچندان پاک دامن؟ جواب این سوال توی پیج ایشونه. آقا سب داشته باش، بعد ویدیو برو تو اینستاش. اما بعضی کاراکترها هم از روی افراد واقعی ساخته شدن، مثل کاراکتر شرک. شاید خیلیاتون این موضوع باور نکنید، اما این غول سبز بانمک از روی زندگی شخص واقعی ساخته شده. خام شبابا توی دنیای انیمیشن ها شخصیت شرک طرفدارای زیادی داره و کلی آدم دوستش دارن، اما شخصیت موریس یا همون شرک واقعی دوست و رفیق زیادی نداشته و واقعا زندگی تلخی رو گذرونده. موریس دیلت توی سال 1903 توی کشور فرانسه به دنیا میاد. اون بچه باهوشی بوده و به ادبیات هم علاقه داشته و البته به چند زبون زنده دنیا هم میتونسته صحبت کنه، اما متاسفانه توی 20 سالگی دوچار یه مریضی میشه و استخونای بدنش بیش از حد رشد میکنن. موریس با اینکه ظاهرش بزرگ و زمخت بود، اما از طرفی قلبی مهربون و رعوف داشته، درست مثل شریک خودمون که کارش یک یکه و آدم درست و وفاداریه. اون در نهایت توی سال 1954 سکته میکنه و از دنیا میره، اما تو سال 2001 قصه زندگیش به صورت یه انیمیشن در میاد و همه یه جورایی عاشق موریس یا همون شرک خودمون میشن. برو بچه حتما نظرتونو درباره ویدیو بهمون بگید، لایک هم فراموشتون نشه.